کمالگرایی خوبه یا بده؟ دوستی داشتم که هر جا که میتونست ادعا میکرد کمالگراست. به این موضوع افتخار میکرد. اگه چیزی در اطرافش درست نبود، ناخودآگاه تعمیرش میکرد. برای اینکه چیزی مورد قبولش واقع بشه، هم برای خودش و هم برای دیگران استانداردهای بالایی داشت. این اخلاق باعث شد تو کارش پیشرفت کنه، اما به نوعی باعث میشد به یه آدم عوضی تبدیل بشه. میدونست که میتونه به خودش سخت بگیره، اما همیشه میگفت این کارو به این خاطر انجام میده که از خودش فرد بهتری بسازه. و اگه به دیگران سخت میگرفت، میگفت خیر و صلاح اونا رو میخواد. میخواست کسایی که بهشون اهمیت میده تو زندگی موفق باشن. اما دوستم یه مشکلی داشت. به عنوان کسی که همیشه با استانداردهای بالا خودش رو میسنجید و میخواست به کمال برسه، زیاد تو کارش موفق نبود. ماها روی پروژه کار میکرد و اونو به کسی نشون نمیداد، چون هنوز کارش تموم نشده بود، که این یعنی بی‌نقص نبود. در نهایت هر یک از اون پروژه ها رو رها میکرد و بالاخره فهمیدم به خاطر اینه که به نقطه‌ای میرسید که متوجه میشد نمیتونه به چیزی که تو ذهنش تصور میکنه برسه و اون چیزی نبود جز کمال و بی‌نقصی. خودشو هفته ها، ماه ها و حتی سال ها سرزنش میکرد که چرا کارو تموم نکرده، یا تا این اندازه احمق بوده که کاری رو که عملی نمیشده شروع کرده. سالهای عمرش در جریان ثابتی از داشتن هدف، برنامه ریزی و پیشرفت میگذشت، ولی هیچ کدوم به ثمر نمیرسید. تناقض کمالگرایی. اول بگم قصد ندارم شما رو تشویق کنم که استانداردتون رو بیارید پایین. در حقیقت فکر میکنم کمالگرایی جایگاه خودشو داره، چه تو حرفه کاری چه تو رشد شخصیتی. اما جالب اینجاست که کمالگراها همیشه در مقابل افرادی که میخوان به اونا رفتار غیر منطقیشون رو گوش زد کنن جبهه میگیرن. اغلب به این خاطر که کمالگراها فکر میکنن همه تو هر کاری که میکنن گن میزنن، پس چرا باید نصیحت اونا رو پذیرفت؟ اینا اثرات جانبی استانداردهای فضایی اوناست که هیچ کس شایسته نصیحت کردنشون نیست. بنابراین کمالگرا به تنهایی کارش رو ادامه میده. هر وقت دوست کمالگرای من در مورد گیر کردن توی پروژه‌ای که روش کار میکرد صحبت میکرد و من یه پیشنهادی بهش میدادم، سریعا دلایل مختلفی میآورد که چرا پیشنهادم عملی نیست. 6 ماه دیگه میگذشت، کاریم از پیش نمیرفت. جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون که فکر میکنم الان پولدارترین فرد جهانم هست، اخیراً در نامه‌ای به سهامداران گفته تصمیمات بهینه زمانی گرفته میشن که شخص 70% اطلاعات ضروری رو در اختیار داشته باشه. و در ادامه میگه اگه این میزان کمتر از 70% باشه، احتمالاً تصمیم بدی گرفته میشه. اما اگه این میزان بیش از 70% باشه، احتمالاً وقتشو رو جمع‌آوری اطلاعات بیفایده هدر میده و تغییری در نتیجه ایجاد نمیشه. قانون 70% بزوس رو میشه تو بسیاری از مسائل زندگی به کار بست. گاهی بهتره وقتی پروژه‌ای به 70% میرسه اونو ارسال کنیم. در نوشتن وقتی کتابی 70% کامل میشه، دست‌نوشته‌هامو تحویل ویراستار میدم. مفهوم این قانون اینه که همیشه میشه 30% کار رو بعدن انجام داد. همه کمالگراها یکسان نیستن. کمالگراها در واقع انواع مختلفی دارن. برخی از کمالگراها خودشون رو مقید به رعایت استانداردهای غیر معقولان بالایی میدونن. اونا نمیتونن بیخیال اشتباهات شرماورشون بشن. گاهی ممکنه سالها یا دهه‌ها از ارتکاب اون اشتباه گذشته باشه. صحبت درونی اونها نقش حیاتی تو انجام کاراشون داره. به این دسته از افراد کمالگراهای خودمحور میگن. یه دسته دیگه از کمالگراها اطرافیانشون رو وادار میکنن استانداردهای فوق‌العاده بالایی رو رعایت کنن. این موضوع اگه به ایجاد انگیزه برای پیشرفت دیگران میانجامید هم میتونست بهتر باشه و بهتر بودن برای اونها کافی بود. اما روش اینا هم کارساز نیست. این دسته از افراد استانداردهای غیر ممکنی دارن که هیچ کس نمیتونه عملیشون کنه. یکی این موضوع و یکی این که گاهی این افراد عوضی های تمام عیار میشن.
رئیس خودتون رو در نظر بگیرید که تو کوچکترین تصمیم گیری ها دخالت میکنه و فقط داره بهتون میگه به همه چیز گند زدید. یا مادر سختگیرتون رو تصور کنید که مدام درباره وزنتون نظر میده. این دست از افراد رو کمالگراهای دگر محور میگیم. یه نوع دیگه هم کمالگرا داریم که فکر میکنن دیگران استانداردهای غیر ممکنی رو بر اونها تحمیل میکنن. این دست از افراد معمولاً خیلی افتضاحن. اونا برای نجات زندگی خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن چون نمیدونن اگه تصمیم اشتباهی بگیرن مردم در موردشون چه فکری میکنن و به جای اینکه صدای ضعیف درون مغزشون اونها رو قضاوت کنه به اونا میگه همه دارن کارهای اونا قضاوت میکنن و اونطوری که انتظار میره زندگی نمیکنن. اونا تسلیم ضعف خودشون میشن و استدلالشون اینه که اگه نمیتونن برای دیگران مفید باشن اصلا چرا خودشون رو به زحمت بندازن. این دسته از افراد رو کمالگراهای جامعه محور میگیم. البته ممکنه هر کدوم از ما یه جایی بین این سه دسته قرار بگیریم. در پس هر دسته از افراد کمالگرا تمایلی بر تحمیل آرمانهای کمالگرایانه خود بر خودشون یا دیگران وجود داره. دقت کنید، کمالگراهای خودمحور آرمانهاشون رو بر خودشون تحمیل میکنن. کمالگراهای دگرمحور آرمانهاشون رو بر مردم و جهان اطرافشون تحمیل میکنن. کمالگراهای جامعه محور اما چیزی رو که از نظر جامعه مقبوله به عنوان کمال بر خودشون تحمیل میکنن. مشکل زمانی تشدید میشه که درک شما از ایدئال و درکتون از واقعیت با همدیگه تطابق ندارن. یه جور دیگه واضح تر براتون بگم، داشتن استانداردهای بالا هیچ مشکلی نداره. اما اگه این استانداردهای بالا رو بدون داشتن صلاحیت لازم و شک‌گرایی سالم درباره افکارتون به خودتون و دیگران تحمیل میکنید، کل این موضوع مشکل داره. کمالگراها فارغ از دسته‌ای که توش قرار دارن به نوعی تفکر all or nothing دارن، همه یا هیچی، سیاه یا سفید، بازنده‌ای یا برنده‌ای، یا موفقی یا شکست خوردی، یا کاری رو درست انجام میدی یا نادرست. اما زندگی واقعی در طیفی خاکستری جریان داره که همه این موضوعات رو شامل میشه. موضوع جالب اینجاست که اکثر کمالگراها میخوان جهان اطرافشون، یعنی خودشون، مردم و غیره، به طریقی مشخص رفتار کنن اما حتی قادر نیستن واقعیت جهان اطرافشون رو ببینن. مقابله با کمالگراهای خودمحور و دگرمحور شاید اغلب ساده باشه. این دسته از کمالگراها معتقدند کنترل قابل قبولی بر خودشون و محیط اطرافشون دارن. بنابراین معتقدند میتونن خودشون و محیط اطرافشون رو تغییر بدن. با در نظر گرفتن این موضوع، نظر خودم رو با گفتن گور باباتون به کمالگراهای خودمحور و دگرمحور میخوام براتون بگم. برای کمالگراهای خودمحور، شما باید یاد بگیرید به خودتون سخت نگیرید. میدونم تا به حال حدود 8 میلیون نفر این موضوع رو بهتون گوش زد کردن، اما به حرفای من گوش کنید. برخلاف کمالگراهای دیگر محور، احتمالاً شما خانواده و دوستانتون رو حمایت میکنید. وقتی اونا گن میزنن و کاری احمقانه انجام میدن، به روشون نمیارید و بهشون نمیگید که چقدر احمقن. شما رئوفید، متوجهید که افراد اشتباه میکنن و میدونید که نیت اونا خیره و آشوب و شانس بسیاری تو روند زندگی دخیله که هیچ کدوم از ما نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم. این موضوع باعث میشه اطرافیانتون احساس بهتری داشته باشن، به اونها اعتماد به نفس و حس امنیت میبخشید که حامیشون هستید و اوضاع آروم آروم روبه راه میشه حتی اگه بی نقص نباشن. شاید این موضوع باعث بشه تعجب کنید، اما تمام این کارها رو برای خودتونم میتونید انجام بدید. امتحان کنید با خودتون جوری رفتار کنید که انگار دوست خودتون هستید. تصور کنید مشکلی که باهاش دست و پنجه نرم میکنید مشکلیه که برای دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانوادهتون اتفاق افتاده. تو این موقعیت‌ها بهشون چی میگین؟ همینو به خودتون بگین. نسبت به اونا چه احساسی دارین؟ همینو برای خودتون انجام بدید. و برای کمالگراهای دیگر محور، عزیزان من، باید متوجه بشید استانداردهای نامعقولتون شما را از تجربه عشق و صمیمیت تو روابط محروم میکنه. اینو بدونید که وقتی نوبت به بی‌نقص بودن میرسه شما هم همچین آش دهنسوزی نیستید.
عوضی ها، در حقیقت همیشه گن میزنید و اطرافیانتون مرتب روی اشتباهاتتون سرپوش میذارن و شما رو میبخشن. هر دوی اینا چیزایی هن که باید یاد بگیرید چطور انجام بدید. کمالگراهای جامعه محورم موزل دیگه ای هستن. اونا تو زندگی احساس بیچارگی دارن و حس میکنن همه تو زندگیشون سرک میکشن و توقعات نامعقولشون رو بر اونها تحمیل و قضاوتشون میکنن. اونا تو ساده ترین مکالمات قضاوت و خودشیفتگی دیگران رو میبینن. در مورد همه تعاملات اجتماعیشون همیشه بدترین چیزا رو فرض میکنن. اونا با حس همیشگی شرمساری و عدم مقبولیت شکنجه میشن. اگه این توضیحات توصیفی از شما هستن، به چالشی دعوتتون میکنم که از همین لحظه مسئولیت تمام اتفاقاتی رو که تو زندگیتون رخ میده به عهده بگیرید. همشو. این چیزیه که بهش باور نخستین میگم. حالا قبل از این که بگید اما مارک واقعا تقصیر من نیست که دنیا این شکلیه، چطوری باید مسئولیت اتفاقاتشو به عهده بگیرم؟ به یاد داشته باشید که پذیرش مسئولیت چیزی با سرزنش شدن در مورد اون تفاوت داره. کمالگراهای جامعه محور تو تلهی که بهش میگیم وضعیت قربانی بودن گیر میفتن، موقعیتی که در اون جا زدن خودتون به عنوان کسی که قربانی قضاوتهای دیگران شده بهتون احساس مهم بودن میده. یه نکته در مورد قربانی بودن اینه که باعث میشه یه جورای احساس خاص و ویژه بودن بهتون دست بده. افرادی که مرتباً دارن برای قربانی شدن راه‌های خیالی خلق میکنن، در واقع دارن برای مهم و خاص جلوه دادن خودشون راه‌های خلق میکنن، در حالی که با این کار فقط به خودشون صدمه میزنن. کمالگرایی ناقص. راه حل نهایی برای رهایی از کمالگرایی خلاصی از اون نیست، بلکه تغییر محور درکتون از کماله. کمال نباید نتیجه کاری باشه. کمال میتونه مسیری برای پیشرفت باشه. کمال میتونه فعل پیشرفت باشه، نه فعل درست انجام دادن همه کارها و هر بار و هر دفعه. برای شکوه و جلال تلاش کنید، برای کیفیت تلاش کنید، حتی برای کمال تلاش کنید، اما متوجه باشید چیزی که در ذهن شماست، اون دیدگاه زیبا از اینکه چیزهای اطرافتون باید چجوری باشن، کمال نیست. کمال فرایند حذف نقصه. کمال فرایند انجام کار، نقد اون کار، شکست و شکست و بعد پیشرفت در اون کاره. این یه گونه جدید و ناقص از کمالگراییه. نمونه ای کارآمد از کمالگرایی. نوعی از کمالگرایی که شما و اطرافیانتون رو دیوونه نمی کنه. و به جرات میتونم بگم نوعی مفید از کمالگراییه.